سلام. کاری داشتین؟ نه 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 نه، فقط اومدم عرض ادب خدمت آقای درخشان. دارن استراحت میکنن. صحیح، بله، بهتر انشالله. بله، فقط یه سرماخوردگی جزئیه. بله، با اجازهتون. ببخشید سر خانم، تشریف میارن امروز پایین آقای درخشان؟ برای نهار که فکر نکنم، شاید برای شام بیان. صحیح، خیلی خوب، استراحت کنن، من حواسم به رستوران هست، با اجازه. ولی بهتره که شما زیاد خودتون رو اذیت نکنین. امروز مدیریت رستوران رو خود عمه خانم به عهده میگیرن. جدا؟ بله. بفرمایید. متشکرم. خواهش می‌کنم. خب آقای امید، غذای روز چیه؟ بخیر، از غذای روز سوفله مرغ. سوفله. بیارش ببینم. ده بیار دیگه. این چرا این ریختیه؟ احمد جون، تو رو خدا، چرا مشتری ها الان میخوان اینو بخورن آخه؟ خب آخه باید اول از شکل غذا خوششون بیاد تا بتونن بخورن. ولی به خدا مزهش خوبه ها. بله خیلی خوبه. بریزش دور لطفاً. سوهیل جان، من بالا کوکو سبزی پختم، یه مایتابه بردو بیار. اما عمه جون، این که بهتره، کلاسش هم بیشتره، اسمش هم فرنگیه، تا مردم بیان بفهمن سوفله چیه خوردن تموم شده. مگه ما میخواییم با جون مشتریامون بازی کنیم؟ برو بیار ببینم. شما اینو بریز دور لطفاً. دور، خیلی زحمت کشیدی. دور؟ خیلی دور. ببخشید خانم. بله؟ لطفاً سه تا چایی. چشم، الان سه تا چایی. ببخشید، چایی که دم کردم هنوز دم نکشیده. یعنی چی؟ بالاخره دم کردی یا نکردی؟ پس تو اینجا چی کاره ای؟ برو زودتر دمش کن دیگه. چرا شکلک در میاری برای من؟ همه جون قربونت برم، من دارم میرم بیرون، یه کاسه سوپ برای آقا جون ببر. باز ناپریزی کرده؟ جون تو، جون آقا جون، قربونت برم. مثل این که قبل از اینکه بابای شما باشه برادر من بوده. برو خیالت راحت باشه. سوپ برای آقای درخشان یادت نره. بله تو. نه من. خب خیلی خوب. بله اینجا چه کار میکنی؟ همه خانم دستور فرموده اینو بیارم برای شما. مشتری ها؟ اینه. خیلی خوب. بله چیزه. خواهش میکنم، هزار تومن. بفهم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خوش آمد.
دستون در نکنه. غذاتون واقعا خوشمزه است. نظر لطفتون. شما مدیر لایقی هستین. تو اروپای همچین مدیری رو رو دست میبرن. ببخشید چقدر شد؟ جدی میفرمایین؟ 2 تومن. میبخشید من کارت رستوران رو میخوام. میخوام به دوستان معرفی کنم. بله چند تا یه دونه. بفرمایین. من مهندس مراد کاویانی هستم. کارم واردات صادراته. این کارت من ممکنه به دردتون بخوره. بله. خواهش میکنم مهمون ما باشین. قابل نداره. بفرمایین. متشکرم. خداحافظ. خدا نگهدار. چقدر آه و ناله میکنین آقا جون. یه سرماخوردگی جزئیه ها. بله همه شما مریضی منه به چشم نتونه میان. ساده میبینین. آخ پاشین پاشین به جای این حرفا بریم پایین یه آب و هوایی عوض کنین. اینجوری بشینین تو خونه بدتر میشین. ظاهرن عمه جونم نفس بچه ها رو بریده. بهتر از این به بعد قدر منه بیشتر میفهمن. تلفن. ببین کیه. بله سلام. سلام خواهش میکنم شما. بله گوشه خدمتتون. آقا جون با شما کار دارن. نمیشناسمش. میگه آقای کاویانیه. سلام علیکم. خواهش میکنم قربان محبتتون. خواهش میکنم. بله چی؟ صدا میکنم. والا خیلی غافلگیر کننده بود. بله ببخشید اجازه بدید که من با خواهرم مشورت کنم. بعدن زنگ بزنین جواب میدم خدمتتون. بله خواهش میکنم. استفاده میکنم قربانشون. سهر. بله. بابا اون لباسای منو بیار. میخوام برم پایین. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم پایین؟ به خاطر تو. به خاطر من؟ امید. بله آقا. تو هنوز اینجایی؟ سلام. چه خوشحالم از دیدنتون. بهتر انشالله. تو هنوز راه رفتن یاد نگرفتی؟ چشم آقا. خیلی وقته. فکر نمی‌کردم از دیدن من اینقدر خوشحال بشی و دلت برای من تنگ بشه. نه آقا این حرفو نزنی. این رستوران بدون شما صفایی نداره. الان براتون یه چای داغ میارم. عمه خانم کجاست؟ دفتر. آقا رضا یه عرض کوچولو داشتم برات. تا این وقت شب اینجا چه کار میکنی؟ دلم شور رستورانو میزنه. به این پسری دست با چلفتی هم که اعتماد ندارم. باهات کار دارم. در مورد رستورانه؟ نه مهمتره. بگو. امشب یه کسی زنگ زد برای امر خیر. فکر کنم میخواد از سحر خواستگاری کنه. از سحر؟ خواستگاری؟ کجا سحر رو دیده؟ از کجا باهاش آشنا شده؟ چه میدونم. خب پس از کجا فهمیدی میخواد بیاد خواستگاری سحر؟ ای بابا خب معلومه. ما که از پشت کون نیومدیم. تازه میگفت تو هم میشناسیش. من؟ آره. خب کیه؟ اسمش چیه؟ مراد کاویانی. کاویانی.
این کارتشه، امروز اومده بود اینجا. پس بگو از قبل برنامه ریزی کرده بوده. حالا نظر شما چیه؟ نظر من؟ مهمه؟ معلومه که مهمه خواهر. من فکر میکنم که نظر خود سحر رو باید بپرسیم. خواهر من، شما زنید، شما میدونید اینجور مواقع باید چی کار کرد. آخه این یارو یه بار اومده اینجا نشسته غذا خورده، اصلا معلوم نیست کجا سحر رو دیده، چجوری خوشش اومده ازش. میگم امروز اون موقع که این آقا پایین بود سحر اومد پایین. امروز که این آقا اینجا بود آره سحر اومد پایین پیش من. خب پس اینجا دیدتش، ولی چرا خودش زنگ زد؟ خب فکر کنم این آخه یه آقای جا افتاده بود، چه میدونم، شاید اصلا کس و کاری نداره. رضا تو مطمئنی اصلا میخواد بیاد خواستگاری؟ گفت برای امر خیر. خب امر خیرم یعنی خواستگاری؟ ما هم که تو این خونه غیر از سحر دختر دم وقتی نداریم. میترسم یه روز این پسره دست پاچولفتی کاری دست خودش بده ها. آقای امید میگم که بیا بریم الان با خود سحر صحبت کنیم، ولش کنیم. بریم. میگم که من هرچی فکر کردم این آقایی که شماها میگین و من اصلا نمیشناسم. صداش هم نشناختی؟ نه. مهم نیست. حالا اصلا کی هست؟ چی کار داره؟ بنده خدا میخواد بیاد خواستگاریت بابا. خواستگاری من؟ نه، خواستگاری بابات. آخه مگه به جز تو دختر دیگه هم تو این خونه هست؟ آخه من که الان تصمیم به ازدواج ندارم، من دارم درس میخونم آقا جون. ای کلک، خودت بریدی و دوختی، حالا انکار میکنی؟ عمه جون قرار میذاریم بیاد همینجا توی رستوران خودمون، میشین با هم دیگه حرف میزنین، همدیگه رو خوب میشناسین دیگه. آخه من که هنوز قبول نکردم. اون که نمیدونه که. چی میخوای بگی خواهر من؟ میخوام بگم بذار اول بیاد ببینیم اصلا کیه، کجا سحر رو دیده و خوشش اومده، کارش چیه، اصلا مورد قبول ما هست یا نه. ببینین من اصلا به این ازدواج هیچ اعتقادی ندارم. به نظر من دختر و پسر اول باید همدیگه رو ببینن، بشناسن، بعد اگه به نتیجه رسیدن بعد با هم خوب ازدواج کنن. سخت نگیر رحیمی خدا بیامرزم، اولین باری که منو دید سر سفره عقد دید، منم همینطور. به همین دلیلم طاقت و خوشبختی رو نیورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. شما همون زیر پتو بمون استراحت کن. الو. بله بله بله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خواهش میکنم. چه زحمتی. استدعا میکنم. خب تشریف بیارید رستوران. هر جوری که صلاح بدونید. خواهش میکنم. باشه. پس فردا نهار منتظریم. قربان محبتتون. خداحافظ. خب فردا برای نهار میاد. یک غذای مخصوص. صبح اول وقت به امید بگید یه غذای درست کنه. امید؟ خودم درست میکنم. نه خواهر، شما نمیتونی، شما باید بشینی پای میز مذاکره. من؟ بله. ببین خواهر من، سحر که اونو ندیده و نمیشناسه، ما یه نفره میخوایم که بتونه حرف بزنه و تدوی قضیه رو در بیاره. چه کسی بهتر از خود شما؟ ها؟ منم به احمدی میگم بیاد اون دوره برا مراقب باشه. عمو احمدی؟ چرا اون؟ آقا جون میاد میزنه همه چی رو خراب میکنه. حالا تو چرا ناراحتی؟ هنوز که خبری نشده. غم تو دلش آب کردم. ای
مثل آدم های تاریخ گذشته داره روزنامه میخونه. بازم تو؟ علیکم السلام. از مدنی چه خبر؟ خوبه. صبح میره سر قبر زنش، زهرا میاد خونه با هم نهار میخوری. اومدم باهات مشورت کنم. جدی میگی؟ بالاخره دوزاریت افتاد و فهمیدی که رفیق قدیمی هم به درد میخوره. باز کری خونه شروع شد. بابا حالا وقتی این حرفا نیست. رحیم باید کمکم کنی. چی شده؟ برای سحر خواستگار اومده. مبارکه. چی از این بهتر؟ چرا متوجه نیستی؟ نگرانم. واسه چی نگرانی؟ بالاخره هر دختری باید ازدواج کنه. آخه من این آدم رو نمیشناسم. اگر منیر بود میدونست چه کار کنه، میدونست چجوری اینا را با هم ضبط و ربط کنه. ولو قراری که نذاشتی باش. نه، ولی قراره امروز بیاد رستوران. گفتم تو بیای اونجا به هم کمک کنی، یه وقت کلا سرمون نره. همین؟ همین. اشمان میرم. کجا؟ خونه. برای این کار یه سری وسایل لازم دارم. خیلی خوب، برو بزن. خیال کردی فیلم هندیه؟ هر کی تو رو به این قیافه نگاه کنه آن میفهمه که تو داره جاسوسی میکنی. میگی چی کار کنم؟ هیچی، مثل یه مشتر معمولی بشین غذا تو بخور. مواظب هم باش ببینید این اطراف چه خبره. غذا مهمون تو هم؟ مهمون من؟ ولی وای به حالت اگر خراب کاری کنی. عمو احمدی با این اینکه خیلی خوشتیب شدی. برو آشنایی نده، برو. بابا هنوز که کسی نیومده. بهت میگم برو. چشم. سلام. سلام. طوری شده؟ عرضی داشتم، یه لحظه ببخشید. چرا شما دست از سر من بر نمیدارید؟ مثلا قراره کسی منو نشناسه. بله کاملا درسته، کاملا درسته. ببخشید جناب احمدی، میشه بزرگواری کنید یه کاری کنید این ماجرا سر نگیره؟ چرا؟ همینطوری. همینطوری خودتی؟ جناب احمدی بزرگواری میکنید، منت میذارید اگر یه کاری کنید این ازدواج اتفاق نیفته. آقا من غلامیتونو میکنم، من نوکرتم، من کوچیکتم. آقا آی آقا پس تو هم یه چیزیت میشه مارمولک. آره؟ چرس کنم. آره؟ حتی شما بفرمایید، چاره نیست. حالا شد. خب یه شرط داره. چه شرطی؟ یه غذای سفارشی. به روی چشم، نوکرتم. صبر کن. بله. این آقای که اومد میبریش رو میز شماره 7 همین بغلی. برو نبینمت. برو. چشم. چشم. با آقای احمدی چی میگفتی؟ هیچی، درد دل بکردی. درد دل؟ آره درد دل.
سلام. سلام علیکم. من مهندس مراد کاویانی هستم. به به به، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین. بفرمایید، من الان میزتون رو آماده میکنم. نه 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 نه، اجازه بدید من راهنمایی میکنم. بفرمایید قربان. متشکرم. میز شماره 7 قبلا براتون رزرو شده. براتون الان منو میارم. تشکر. سلام خانم. سلام. خواهش میکنم بفرمایید. بربرتون تشریف نمیاره؟ نه خیر، ایشون ترجیح دادن که من با شما صحبت کنم. یعنی خودتون؟ اشکالی داره؟ نه، خیلی هم خوشوقت میشم. خب بله بفرمایید. من دیشب مطالبمو خدمت بردرتون گفتم. اما فکر میکنم لازمه که یه بارم عرضمو خدمت خودتون بگم. راستش آقای کاویانی. بله ببخشید آقای کاویانی. من یه مقداری تعجب کردم از اینکه شما خودتون مستقیما تماس گرفتید. چطور مگه؟ خب خیلی در اینجور مواقع معمولا بزرگای خانواده یا فامیل اقدام میکنن. شاید یه دلیلش اینه که بزرگتر از من کسی تو فامیل نیست. آخه بله بفرمایید. من 47 سالم. فکر نمیکنید که یه مقداری دیر به فکر ازدواج افتادین؟ خیر، آخه من قبلن ازدواج کردم. وا، یعنی میخواین بازم زن بگیری؟ نه 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 نه، من اصلا الان موقعیت اینجور کارا رو ندارم. آخه من چه به ازدواج؟ من میرم با آقا جون صحبت میکنم. آره من باید برم با آقا جون صحبت کنم، سر جرأت داشته باش. ولی عمه رو چیکار کنم؟ فکر میکنم که سوء تفاهم شده. من باید عرض کنم که همسرم چند سال پیش فوت کرده. خدا رحمت شون کنه. برادرم آقای رضا درخشان. سلام. از دیدار شما خیلی خیلی خوشبخت. بنده هم خوشحال هستم از زیارتتون. استدام کنم. خواستم تشکر کنم از حسن اعتمادتون. خواهش میکنم. استدام میکنم. خب غذا چی میل دارید؟ راستش من از این کشک بادمجون رستوران شما خیلی خوشم میاد. لطفاً از همون برای من. خواهش میکنم. از حسن سلیقتون تشکر میکنم. تو نمیخوای کارتو بکنی؟ چشم. یه کشک بادمجون برای این خواستگاره. چشم. کشک بادمجون. این عکس دخترمه. ازدواج کرد، منو ترک کرد. به همین دلم تنها شدم. سویل جان، این مال خواستگار است و اینی هم که روش جعفری داره مال آقای احمدیه. غذای آقای احمدی سفارشیه؟ دقیقاً. حالا به خاطر اینکه تنها شدین میخواییم دوباره ازدواج کنیم؟ اینم یه دلیلش. خب راجبه این موضوع با دخترتونم صحبتی کردین؟ خودش این پیشنهاد به من کرد، به خصوص وقتی فهمید که با کی میخوام ازدواج کنم. اون مشتری این رستورانه. آدرس اینجا رو اون به من داد. در ضمن شناخت کاملی رو خانواده شما داره. تلفن برادرتونم دخترم به هم داد. پس دختر شما سحر جونو میشناسه؟ سحر؟ بله، دختر برادرم. من اصلا نمیدونستم برادرتون دختر دارم. خب این چه ربطی به قضیه ما داره؟ ما؟ من فکر میکنم توضیح کافی رو دیشب به برادرتون دادم.
ببخشیم من یه کمی گیج شدم. مگه شما نیومدین اینجا خواستگاری سحر؟ من؟ سحر همسن دختر منه. من اومدم خواستگاری شما. چشم سوختم. سوختم. سحر. بله. لطفاً بشین بابا، اینقدر راه نرو. من نمیدونم شماها دارین فکر میکنی یا مواظب منی. داخل تو نمیذاره آدم فکر کنه که. ده میدونم چی میکشین عمه جون، میدونم. اصلا من تو این چند ساعته ها کلی اعصابم خورد شده. راستشو بخوای خیلی هم خوشحال شدم که این طرف خواستگار من نبود. اصلا همچی بگینگی خیالم راحت شد. واقعا خیلی رو میخواد که یه آدم بعد از فوت همسرش حواس زن گرفتن بکنه. موافقم ولی من مخالفم. ببین رضا، تو تازه منی رو از دست دادی. بذار یه چند سالی بگذره اینام دورت نباشن. بهت میگم تنهایی چه بلایی به سرت میاره. یعنی شما میخواین بگین که موافقین دیگه؟ نه، منم چه حرفی نزدم. پس چی؟ من اول باید دلیل این کارش رو بدونم. باید بدونم چرا میخواد با من ازدواج بکنه و من قراره جای چی رو تو زندگیش پر بکنم. و البته ایشون چه جایی میتونن تو زندگی خالی شما داشته باشن؟ حالا ببین خواهر من، من تا به حال تو زندگی تو دخالت نکردم و نمی کنم. هرچی هم که بگی همونو انجام میدم. اما پیشنهادم این است که یه نفر رو، یه آدم ساله رو پیدا بکنیم، درباره این آدم تحقیق کنیم. فاد چه مرگت شده؟ برو نارفیق، برو. من نارفیقم؟ چه نارفیقی در حقت کردم؟ یادت رفت دیروز چه بلایی سرم آوردین؟ اوه، حالا یه کمی هم دهنت سوخته، چی شده؟ تو که میدونی امید کم حواسو دست با چلفتیه. حالا چی کارم داری؟ میگم بهت، نکنه راجع به اون شارلاتان هست که اومده خواستگاری خواهرت؟ تو از کجا میدونی شارلاتانه؟ از قیافش، از حرف زدنش، از اینکه تو این شرایط بد اقتصادی میخواد زن بگیره. نه خیر، من یه قدمم برای این امر به اصطلاح خیر بر نمیدارم. باشه ریمان، باشه، من رفتم. حالا میخواستی چیکار کنم برات؟ هیچی دیگه، جوابمو دادی. منه بگو که اومده بودم جنابالی برای من تحقیق کنی، برای یه تحقیق درست حسابی بکنی. جدی؟ دروغم چیه؟ بابا آخه من هزار تا کار دارم، گرفتارم. باشه، حالا چی کار باید بکنم؟ گفتی اسمش چی بود؟ اسمش مراده، مراد کاویانی. بیا اینم کارت ویزیتش. کارت شارلاتانیشه. خیلی خوب، حالا بریم یه صبحونه مشتی. دعوت من با پول تو. بزن بریم. مثل همیشه. بیا بریم. غذای روز چیه؟ بغیر از غذای روز، دلمه کلم خوبه؟ کارتو بکن، اینقدر سرود نخون.
دست این پسره. حیف که این مداد میمونه، اگر نه خودم حقشو میذاشتم کف دستش. چی شده مگه عمه جون؟ اینقدر خوشحاله که کفر منو در میاره. من نمیفهم توی این ماجراش به این از همه بیشتر خوشحاله. این حرفا چی آخه به اون چه مربوطه؟ من یه چیزی میدونم که میگم. این پسره رو اینجوری نگاه نکن، نصفش زیر زمینه. شما الان حالتون خوب نیست، بشینید من یه لیوان آب براتون بیارم. نه نمیخوام، هیچی نمیتونم بخورم. تا سهیل برنگرده حتی آب خوردنم از گلوم پایین نمیره. سهیل مگه جایی رفته؟ سلام آقا رضا، خسته نباشی. نیستم. احمدی نیومده؟ نه آقا. ببخشید آقا رضا، یه عرض کوچیکی داشتم، اگه براتون زحمت نیست یه لحظه تحمل بفرمایید. بله بفرمایید. سلام سهیل جان. سلام. خسته نباشی. قربانتون. خب. خب که خب. کجا بودی؟ ماموریت. تو تو اتاق. سلام. کجا بودی؟ من فرستاده بودمش تحقیق. عمه جون محقق شما رو قبول ندارم. ببینین، طرف یه مهندسه، سالهاست که کارش واردات و صادرات قطعات ماشینای صنعتیه. زنش خیلی وقت فوت کرده، یه دختر فقط داره که دانشجوی سال آخر پزشکیه، تازم شوهر کرده. آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخوردیه، از هر کسی که سوال کردم جز تعریف و خوبی هیچی نگفت. ضمناً تا حالا هیچ آدمی عصبانیت این آدمو ندیده. میشه گفت که رو هم رفته خیلی آدم شریفیه. سلام آقای احمدی. سلام. من واقعا شرمنده تونم آقا. عیبی نداره. من اصلا دلم نمیخواد زمین دهن وا کنه، من آبشم برم توش آقا. گفتم مهم نیست. من نمیدونم با چه زبونی بعد از شما معذرت خواهی کنم. گفتم مهم نیست. بله آقا، هر چی بگی. حالا میخوام یه کاری بکنی. باید جبران کنی. جبران؟ چه کاری آقا؟ دیروز به خاطر کمک به تو نزدیک بود یه برایی سر من بیاد. نگین آقا نگین. حالا ازت میخوام یه خدمتی بهم بکنی. در خدمتم آقا. باید یه کاری بکنی. چه کاری؟ باید یه دونه از اون کشک بادمجونایی که برای من آوردی برای این شادوماد جدید بیاری. نه شما هم یه چیزیتون میشه آقای احمدی. همین که گفتم. بله. اما جناب احمدی یه شرط داره. شرطی؟ اگر این قضیه به خوبی و خوشی تموم شد دست عمه خانوم رو بگیرید و ببریدش خونه بخت، خیلی هم دور تر. تو اینجایی و صدا در میاد؟ سلام قربان. سلام علیکم. تو روز چند دفعه سلام باید بکنی؟ ببخشش. ببخشش. اینجا ببینم. بیشین که برات خبرهای جالبی دارم. خب. طرف بی سواده، کلاه برداره، زنش از دستش دق کرده و مرده، یه دختر خلوچل داره که گذشته دیوونه خونه، سابقه کیف قاپی، چاقو کشی، حبس هم داره. خلاصه از هر کی سراغشو گرفتم جز ناله و نفرین نشنیدم. خلاصه که بد کوفتیه، بد دردیه. خیلی بد شد. چطور؟ امروز صبح زنگ زد گفت برای نهار میام رستوران، میخواد جواب بگیره. ببین منم باید باشم. ها؟ برای چی؟ برای اینکه خواهرت تأمین جانی نداره، باید مواظبش باشیم.
ببینم تو اصلا مگه الان دانشگاه نداری؟ آخه آدم یه همچین موقعیت رو که از دست نمیدم بجون. نه راستش بخوای شوخی کردم، اصلا امروز کلاس ندارم من، ولی خیلی دلم میخواد ببینم چی میشه. چی میشه؟ یا میگم آره یا میگم نه. همین؟ یعنی منظورم اینه که همین امروز بهش جواب میدی؟ خب آره، اینطوری برای خودم بهتره. من اصلا دوست ندارم بی خودی کشش بدم. آره در زم عادت به فکر و خیالم ندارم. ای گلک. سلام آبا، به رستوران همیشگی ما خوش آمدید. میز تو رزرو شده و غذاتون آماده است. من امروز غذا میل ندارم. مطمئن باشین سرآشپز این رستوران میخواد حقیر شکر چرا. شما همون آقایی هستید که دیروز سوختین؟ معلومه غذای این رستوران واقعا عالیه که بازم تشریف آوردید. سلام علیکم. سلام. خیلی خوش اومدید. بفرمایید خواهش میکنم. چیزی میل داریم براتون بیارم؟ خیر. عمه الان تشریف میاره. امید، این شیشه فلفل رو اینجا بردار که دوباره نریزیش تو غذای یکی دیگه. راستش من خیلی فکر کردم، اما نتونستم بفهمم که شما برای چی تصمیم به ازدواج گرفتی؟ خیلی ساده است. تنهایی، واقعا تنهایی. تنهایی؟ خب برادر منم تنهاست، اما سعی میکنه با یاد و خاطره همسرش تنهاییشو پر بکنه. خانم من آدم گرفتاری هستم، معاملات پیچیده‌ای انجام میدم و همیشه مغزم خسته است. دوست دارم با زنی ازدواج کنم که توی خونه وقتی میرم همیشه به من فکر کنه، کمک کنه که خستگیم در بره. خب از کجا مطمئنین که من همون آدمم؟ دخترم گفت با شناختی که از شما و خانوادتون داره. در ضمن من آدم شناس هستم، از وقتی که شما رو دیدم جذب مدیریت و اخلاق خوبتون شدم. چرا غذا اینو نمیبری؟ گفت نمیخورم. بی خود کرده، مگه دست اونه؟ بیا ببر. چشم. سلام قربان، غذای سفارشیتون آماده شد. من که گفتم میل ندارم. منم بهتون گفتم که این آشپز حقیر زحمت این غذا رو کشیدم. خواهش میکنم، تمنا میکنم. چشم. چرا برگشتی؟ من که گفتم نمیخوره، سعی خودم هم کردم. بیارزه. چشم. شما واقعا چی کم داری؟ به جز همدم هیچ، واقعا هیچ. خب حالا برفرض که من قبول کردم، کی میخواین مقدمات عروسی رو فراهم کنیم؟ هرچه زودتر بهتر. موافقید با هم قدم بزنیم؟ نخیر، کار از کار گذشت.
من هنوز جواب سوالمو نگرفتم. شما که از جواب دادن تفره نمیری؟ سوالتون چی بود؟ یه همسر قراره چه خلایی تو زندگی شما پر بکنه؟ من بدون تعارف بگم یه همسر فقط یه همسره. خیلی وقتا میشه که احساس تنهایی میکنم و روی دوشم سنگینی میکنه. درست همین موقع به همسر احتیاج دارم. شما گفتین یه شرکت هم توی اروپا دارین؟ بله، یه 2 سالی است که تأسیس کردم. با تأسیس این شرکت کلیه یه کارهای واردات صادرات خودم انجام میدم. چه فکر خوبی. معلومه شما تو تجارت خیلی استادین. نظر لطفتونه. این شرکت باعث شده که کارامو بیشتر گسترش بدم و بیشترین ایام سال اونجا باشم. یعنی شما به طور کل میخواین تو اروپا زندگی کنین؟ حالا هنوز تصمیم قطعی نگرفتم، ولی یواش یواش دارم کارامو اونجا مستقر میکنم. ولی من راستش هیچ وقت از ایران خارج نشدم. هیچ تصوری هم از زندگی تو اروپا ندارم. هیچ تفاوتی با هم نمی کنن. فرقش فقط آب و هواست. ولی از نگذشته من رو مدیریت شما تو اون شرکت خیلی حساب می کنم. خب غذاتون بخوریم. نمیخواییم بدونین چی شده؟ چرا؟ به هر حال هر تصمیمی که تو بگیری قبوله. ما به توافق نرسیدیم. به توافق نرسیدیم؟ اون میخواست بره اروپا زندگی کنه. منم که نمیتونم شما رو ول کنم. میتونم؟ حتما خیریتی توی کار بوده. وقتی منطقی فکر کردیم دیدیم اون انتظاراتی که از هم داریم باعث میشه خیلی زود از هم جدا بشیم. برای همینم صلاح دیدیم این موضوع رو به طور کل فراموش کنیم. اون از همون را رفت و دیگه هم نمیاد اینجا غذا بخوره. به به، پس یه مشتری پر و پا قرص پر. روز خوش عمر به شب خوش رسید، خاک به باد، آب به آتش رسید. صبح برآمد چه شوی مست خواب، از سر دیوار گذشت. بگذر از این پی که جهانگیری است، حکم جوانی مکن این پیری است. حکم جوانی مکن این پیری است. بله،